بسم الله الرحمن الرحیم سلام دانش آموزان عزیز امیدوار هستم همگی تان جور و صحتمند و سر حال باشید و یکی دیگر از درس های کیمیا شما را خوش آمدید میگم قبل از اینکه درس امروز خود ما و شما شروع کنیم یک بار درس گذشته خود ما و شما مرور میکنیم درس گذشته ما و شما شاگردای خوب در مورد نامگذاری هایدروکاربون های اروماتیک بود ما و شما در درس گذشته یاد گرفتیم که بعضی از هایدروکاربون های اروماتیک نام های مراوجی یا آمیانه داره ولی بعضی دیگرشان نام های مراوجی یا آمیانه نداره که ما و شما نظر به قواعد مشخص اونا رو ما و شما نامگذاری کرده میتونیم درس امروز ما و شما بازم با ادامه درس گذشته ما و شما صفحه 96 کتاب تانه پیدا کنین عنوان درس امروز ما و شما خواست کیمیاوی ارومات هاسته یا خواص کیمیاوی هایدروکاربون های چی؟ اروماتیک درس بسیار ساده و آسان است خواص کیمیاوی هیدروکربن‌های های اینوان عنوان نوشته می خواص کیمیاوی چی خواص کیمیاوی هیدروکربن‌های های اروماتیک یا امو چی ارومات خب شاگردای خوب و نازنین شما می که هیدروکربن‌های های خواص کیمیاوی مشخص داره و خواص کیمیاوی همو تعاملاتشان نشان میده چرا نشان میده تعاملاتشان نشان میده هیدروکربن های اروماتیک با آنکه هیدروکربن های غیر رابطه اشتراکی دوگانه داره ولی خواص هیدروکربن های غیر از خود زیاد نشان نمیده از همو خاطر خوبترین تعاملی که در هیدروکربن های اروماتیک صورت میگیره تعاملات تعویزی است تعامل دلخواه هایدروکاربون های اروماتیک تعامل چی است؟ تعویزی است بسیار با آسانی تعاملات تعویزی در هیدروکربن‌های های اروماتیک چی سرعت صورت میگیره تعامل جمعی هم در هیدروکربن‌های های اروماتیک سرعت صورت ولی تحت شرایط خاص البته در حالت عادی تعامل جمعی انجام دادن نمیتونه اکسیدشن هم در هیدروکربن‌های های اروماتیک سرعت صورت پس مهمترین تعاملات هیدروکربن‌های های اروماتیک تعامل جمعی است، تعامل تعویزی است و چی؟ اکسیدشنشان است بیم کار کنیم اول از تعامل جمعی شروع میکنیم خب حلقه بنزین اولین مرکب هایدروکاربون های اروماتیک حلقه بنزین ما و شما رسم میکنیم بسیار ساده یک در میان رابطه اشتراکی چندگانه داره یک در میان رابطه اشتراکی دوگانه داره میخواهیم کدام تعامل برای شما کار کنیم تعامل جمعی شه خب هیدروکربن‌های های اروماتیک با چی تعاملات جمعی انجام میده با هیدروژن و هلوژن با چی با هیدروژن و هلوژن اول با هیدروژن ما و شما کار میکنیم جمع چی میکنیم جمع هیدروژن میکنیم خب اما رقم که برای شما گفتم این تعامل در شرایط عادی صورت نمیگیره تعامل جمعی در شرایط عادی صورت نمیگیره باید در این تعامل باید 200 درجه سانتیگراد حرارت موجود باشه و از کاتالیست پلاتین یا نیکل باید چی شوه استفاده شوه خب کاتالیستش باید چی باشه؟ یا پلاتین باشه یا نیکل و تا 200 درجه سانتیگراد باید چی باشه حرارت؟ 3 ضرب دو شش هیدروژن. 6 تا هیدروژن بالای 6 کربن در حلقه بنزین چی میشه؟ نصب میشه. فکرتان باشه در هر رأسی مرکب بنزین یک کربن با یک هیدروژن است ولی 3 ضرب دو ش تا هیدروژن بالای شش تا کربن بنزین چی میشه نصب میشه رابطه های اشتراکی دوگانه بنزین مکمل چی میشه از بین میره حلقه میمونه خود حلقه میمونه ولی رابطه های دوگانه چی میشه از بین میره مرکبی که ساخته میشه ساختارش به این صورت است دیگه دایره را ما و شما در داخل حلقه شش سلعی رسم نمیکنیم رابطه اشتراکی دوگانه مکمل چی شده از بین نفته و مرکبی که به وجود آمده این مرکب دیگه هایدروکاربون اروماتیک نیست این مرکب سایکلو هکزان است و نوی تامل تامل چی است جمعی است دیگه تامل جمعی از اینا با چی صورت میگیرد تامل جمعی از اینا با کلورین هم صورت میگیرد بسیار ساده و آسان بازم ما و شما حلقه بنزین رسم میکنیم جمع سه مولکول کلورین میکنیم این تعامل در موجودت چه صورت میگیره این تعامل در تاریکی صورت نمیگیره در موجودت چی صورت میگیره در, در موجودیت نور صورت میگیره سه ضرب دو شش تا کلورین است هر کلورین بالا یک کربن نصب میشه یعنی می شش کربن را که در شش رأس بنزین شما میبینین شش تا کلورین بالایش چی میشن نصب میشن مرکبی که به وجود میه فرمولش به این صورت است بسیار ساده و آسان فرمول شبرای شما نوشته میکنم ببینین بسیار راحت اول حلقه بنزین ما و شما رسم میکنیم خب رابطه اشتراکی دوگانه مکمل چه شده از بین رفته یک کلورین اینجا اضافه میشه یک کلورین دومی یک کلورین سومی یک کلورین چهارمی یعنی کلورین پنجمی یک کلورین چه ششمی نوی تعامل تعامل چی است نوع تعامل تعامل جمعی است در موجودات چی صورت گرفته نور مرکبی که به وجود آمده نامش چی میشه شماره گذاری میکنیم یک دو سه چهار پنج شش نامش چی میشه نامش میشه یک دو سه چهار پنج شش چند تا کلورین داره شش تا کلورین داره هگزا کلورو هگزا چی هگزا کلورو هگزاکلورو چی مونومتا شش تا کلورین او شش تا کلورین این دی موقعیت ها چیسته؟ قرار داره خود حلقه دیگه بنزین نیست خود حلقه چی است سایکلو هگزان است بسیار ساده و آسان ما و شما تعامل جمعی هیدروکربن های اروماتیک را کار کردیم که تعامل جمعی هیدروکربن های اروماتیک در شرایط عادی صورت نمیگره و تعامل جمعی تامول دلخواهشان نیست خوبترین تعاملی که در هیدروکربن‌های های اروماتیک صورت میگیره اما رقم که شما روی مانیتور میبینین شماره دو تعاملات تعویزی هیدروکربن‌های های است که یکی از خوبترین تعاملاتی است که در هیدروکربن‌های های اروماتیک چی میشن صورت میگیره هیدروکربن‌های های اروماتیک با چی تعاملات تعویزی انجام میده شماره یکش با هلوجن ها تعاملات تعویزی انجام میده که به نام هلوجنیشن یاد میشه بیم کار کنیم بسیار ساده و آسان یک هیدروکربن اروماتیک را ما و شما اینجا نمیشته میکنیم اولین مرکب اروماتیک بنزین است نمیشته میکنیم فقط یک هیدروژنش که تعویض میشه اونمو هیدروژن ما و شما نمیشته میکنیم هیدروژن های دیگه شما و شما هیچ نمیشته نمیکنیم جمع اچ میگنیم جمع کلورین میکنیم کلورین هلوجن است یا فلورین یا کلورین یا برومین یا آیودین هر کدام شما گرفتین بسیار ساده و آسان خب این تعاملات در موجودت کاتالیست المونیم کلوراید صورت میگیره در موجودت کدام کاتالیست در موجودت کاتالیست المونیم کلوراید صورت میگیره بسیار ساده و آسان طور تعامل میکنه که یک اتم هیدروژن چی حلقه بنزین با یک اتم کلورین در واقع چرا میسازه HCl همه سازه در زیر ویکتور ما و شما نوشته میکنیم منفی HCl منفی چی؟ HCl یعنی از طرف چپ ما HCl کم میکنیم خب وقتی که هیدروژن از اینجا بره جایش خالی میشه جایش ها چی میگره؟ دو تا کلورین بود یکش مصرف شد یک کلورین باقی من. یک کلورین باقی مانده جای هیدروژن میگیره میگره در نتیجه مرکبی که وجود آمده این مرکب به نام کلورو بنزین یاد میشه اینجا چی اضافه شده اینجا کلورین اضافه شده و این مرکب به نام کلورو بنزین یاد میشه و این تعامل تعامل تعویضی است حلقه بنزین پس شده جایش چی اومده هلوجن اومده یک گپی که خیلی مهم است و او را شما باید در نظر بگیرین هلوجنشن هیدروکربن های اروماتیک که در اونجا هیدروژن تعویز میشه جایش هلوجن در واقعیت نصب میشه هر قدر که از آیودین به طرف فلورین بیم سرعت تعامل بالا میره به ای که در واقع تعامل فلورین با هایدروکاربون های اروماتیک حتی انفجاری است ولی از فلورین به طرف آیودین سرعت تعامل چی میشه؟ آهسته میشه کم میشه خب شماره میشه برای شما کار میکنیم شماره دومش به نام نایتریشن یاد میشم نایتریشن هم از جمله تعاملات های تعویضی هایدروکاربون های اروماتیک است که در نایتریشن یک هایدروژن حلقه بنزین پس میشه جایش گروپ نایترو چی میشه اضافه میشه بهم این تعامل شما و شما کار کنیم بسیار ساده و آسان تعامل شما و شما کار میکنیم خب حلقه بنزین است یک هایدروژن را که میخواییم تعویز کنیم نوشته میکنیم هایدروژن های دیگه شش نوشته نمیکنیم اگر خواسته باشیم نایتریشن کنیم جمع چی میکنیم جمع یک مرکبی میکنیم که اون مرکب گروپ نایترو رو در خود داشته باشه و مرکب کدام مرکب است؟ و مرکب نایتریک است HNO3 است HNO3 را بر از شما خوب اساسی بفهمین من یک کمی تغییر شکل میتونم این رقم نوشته میکنم نوشته میکنم HO رابطه NO2 HO 2 با HNO3 هیچ فرقی نداره ما جدا جدا نوشته کردیم ببین بسیار ساده و آسان اتمی هیدروژن حلقه بنزین با OH چرا میسازه با او اچ آپ رو میسازه در زیر وکتور ما شما نوشتن میکنیم منفی چه منفی H2O وقتی که هیدروژن از اینجا پس و جایش خالی میشه نه دقیقا جایش خالی میشه گروپ نایترو ان او دو جایش میگیره در نتیجه مرکبی که ساخته میشه ساختارش به این صورت است به این صورت بسیار ساده و آسان اینجا ما و شما چی اضافه میکنیم اینجا ما می و شما ان او دو اضافه میکنیم و این مرکب به نام نایترو میشم به نام چی یاد میشه نایترو بنزین بعدیش ما و شما کار میکنیم خب شاگردای خوب بعدیش به نام الکایلیشن و سلفونیشن و اسایلیشن و اکسیدیشن یاد میشه از سلفونیشن شروع میکنیم سلفونیشن به نام چی یاد میشه سلفونیشن به نام نصب گروه سلفو یاد میشه هرگاه گروه سلفو بالای هایدروکاربون اروماتیک نصب شوه امی عملیه رو به نام چی یاد میکنه سلفونیشن و نوی تعامل تامل چی است تعویزی بیم کار کنیم بسیار ساده و آسان ببین بازم ما و شما حلقه بنزین را رسم میکنیم و یک هایدروژنی که میخواییم تعویز کنیم اما هایدروژن هیدروژن نوشته میکنیم هایدروژن های دیگه لازم نیست جمع یک مرکبی میکنیم که اون مرکب در ترکیب خود گروه سلفور داشته باشه گروه سلفو در کدام مرکب است در سلفوریگسی در H2SO4 است H2SO4 برای از اینکه شما خوب بفهمین من یک کمی تغییر شکل میتو میتونم نشون میکنم نوشته میکنم HO رابطه so SOCH بسیار ساده برای شما کار میکنم شاگردا خوب گوش کنین یک تا هیدروژن حلقه بنزین با یک تا OH چرا میسازه آب را میسازه در زیر ویکتور نوشتم میکنه منفی H2O خب وقتی که هیدروژن از این موقعیت خلاص شود چی بالایش اضافه میشه SO3H گروه سلفو بالایش چی میشه اضافه میشه در نتیجه چی ساخته میشه در نتیجه مرکبی که ساخته میشه ترکیبش به این صورت از SO3H و این مرکب به نام بنزین سلفونیگسید یاد میشه به نام چی یاد میشه به نام بنزین بسیار ساده و آسان بنزین سلفونیک چی؟ بنزین سلفونیک اسید یاد میشه نمی تامل تامل تعویزی است و خود تامل به نام چی یاد میشه؟ به نام سلفونیشن یاد میشه خب بعدیش به نام الکایلشن یاد میشه الکایلشن نصب گروه الکایل میگه خب گوش کنین بسیار ساده و آسان است نوی تعامل الکایلشن هم تعویزی است بازم ما و شما چی را میگریم؟ بازم ما و شما حلقه بنزین را میگریم میخوایم گروپ الکایل سر از اضافه کنیم یک هایدروژن را که میخوایم تعویض کنیم و هایدروجان نشته میکنیم بقیه نشته نمیشم جمع چی کنم تا عملی الکایلشان صورت بگیره جمع الکایل هالاید الکایل هالاید فرمولش آر رابطه X است R رابطه X کاتالیست از تعامل یا کلراید المونیم است یا کلراید آهن FeCl3 ای ای که این که کاتالیستش کلورایت المونیم و کلورایت آهن است این تعاملات به نام تعاملات فریدل کرافت یاد میشه فریدل کرافت نام دانشمند است تعاملاتی است که کاتالیستش یا المونیم کلورایت است یا کلورایت آهن خب یک هیدروژن حلقه بنزین با اکس چی میسازه؟ اچ اکس زیر ویکتور نوشته میکنیم منفی اچ اکس یعنی چی یعنی از طرف چپ ما اچ اکس چی میکنیم؟ کم میکنیم وقتی که هیچ از این موقعیت بره جایش چی نصب میشه جایش آر نصب میشه در نتیجه مرکبی که ساخته میشه ساختارش به این صورت از بسیار ساده اینجا آر اضافه شده آر میشه میتایل و ایتایل باشه یا هر رادیکال باشه و ای عملیه را به نام چی میکنه الکایلشن یاد میکنه الکایل چی شده نصب شده یک چیز دیگر هم برات میگم درس امروز ما باز ختم میشه اگر ما و شما اروماتیک را با الکین ها تعامل بتم بازم عمل الکایلیشن چی میشه صورت میگیره بریم تعاملش ما و شما نوشته میکنیم بازم ما و شما حلقه بنزین چکار میکنیم حلقه بنزین ما و شما اینجا رسم میکنیم هایدروژن را که میخوایم تعویض کنیم اونو هیدروژن نوشتم میکنیم بقیه نه جمع الکین میکنیم اولین مرکب الکین ها چی است CH2 دو رابطه CH2 است ببین بسیار ساده و آسان برات کار میکنم یک اتم هیدروژن می بالای CH2 نصب میشه CH2 ما چی میشه CH3 وقتی که CH2 CH3 شوه رابطه دوگانه باید چند گانه شوه یک گانه اول که رابطش پوره میشه دیگه خب یک رابطه و سه رابطه با هیدروژن چهار رابطش پوره میشه ولی کربن آخر CH2 دو رابطش با هیدروژن یک رابطه طرف چپ سه رابطه رابطش پوره نمیشه کربن آخر مستقیم میه بالای چی حلقه اروماتیک به جای هیدروژن نصب میشه با چی صورت بازم ما و شما حلقه بنزینه در واقع چکار میکنیم رسم میکنیم CH2 اچ در اینجا چی میشه؟ اضافه میشه. ch سی 2 ما ch 3 دیگر هم در بالای خود داره. ch 3 هم در بالای خود داره. 2 ch 3 چی است؟ ch 2 ch 3 ایتایل است و مرکبی که به وجود آمدن نامش است ایتایل بنزین و این عمل به نام الکایلشن یاد میکنه. پس الکایلشن با چند روش صورت میگره؟ با دو روش. شاگردای خوب و نازنین، بعضی از تعاملات هایدروکاربون های اروماتیک باقی مانده که در درس های دیگر در موردش گپ میزنیم درس امروز ما و شما هم ختم شد تا درس بعدی خدا یار و نگهدارتان شاد و موفق باشید